مصطفی دانش نویسنده ای کتاب رد پای من میراث جنگ سرد از جنگ ویتنام تا جنگ ایران و عراق، افغانستان، آنگولا، جنگ های شمال آفریقا، آمریکای لاتین و در دو جنگ آمریکا در عراق شاهد اتفاقات جهانی بوده. 70 بار سفر به بحرانی ترین منطقه جنگ سرد افغانستان داشته است. با مصطفی دانش به سراغ معمر القذافی، آیت الله خمینی و نلسون ماندلا بروید تا تجسمی از جنگ سرد داشته باشید. این کتاب صفحاتی است از تاریخ جنگ سرد تا کنون، کتابی تابوشکن که هیچ مرزی را نمی‌شناسد. جهت تهیه کتاب رد پای من میراث جنگ سرد با شرکت کتاب تماس حاصل فرمایید. 310-477-74-77 kitab.com. سلام به بینندگان ارجمند، مصطفی دانش هستم و برنامه نگاهی دیگر را تقدیم میکنم. ایالات متحده آمریکا همچنان ادعا میکنه که به تلاش‌های خود برای برقراری آتش‌بس در غزه و تبادل اسرای اسرائیلی با زندانیان فلسطینی در زندان‌های اسرائیل ادامه میده. آقای آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه 5 سپتامبر 2024 تأکید کرد که اسرائیل و حماس باید به راه حلی برای مسائل باقی مانده دست یابند تا توافق آتش بس در غزه منعقد بشه. بلینکن در کنفرانس مطبوعاتیش در کشور هایتی دیروز پنجشنبه 5 سپتامبر 2024 خاطر نشان ساخت که حدود 90% از توافق آتش بس در غزه مورد توافق قرار گرفته. اگرچه آقای بلینکن کوچکترین اشاره نکرد که آیا این 90% توسط اسرائیل و حماس مورد توافق قرار گرفتند یا اینکه این 90% توافق رویاهای کاخ سفید هستند که از جانب حماس و از جانب دولت افراطی آقای نتانیاهو مورد پذیرش نیستند. جالب توجه در این گزارش آقای بلینکن این است که او گفت مسائل بسیار مهمی از جمله موضوع محور فیلادلفیا در انتهای جنوبی نوار غزه در مرز با مصر بلا تکلیف مانده و حل نشده. در واقع گره کور توافق آتش بس همون محور فیلادلفیا است که به گفته آقای نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تنفسگاه جنبش های حماس و جهاد اسلامی در باریکی غزه می باشد. چندین ماه است که ایالات متحده آمریکا چندین طرح پیشنهادی را ارائه کرده که همگی نهایتاً با رد دولت افراطی آقای نتانیاهو روبرو شدند. حتی رویاهای آقای آنتونی بلینکن گفت در روزهای آینده واشنگتن ایده های بیشتری برای توافق آتش‌بس را روی میز خواهد گذاشت، با اظهارات حیرت آور و شگفت‌انگیز آقای نتانیاهو در یک کنفرانس خبری 15 دقیقه‌ای برای رسانه‌های خارجی که در شب پنجشنبه 5 سپتامبر 2024 در تل‌آویو برگزار شد روبرو گشت. ادعاهای آقای نتانیاهو در این کنفرانس خبری به قدری غیر واقعی و مصنوعی بودند که حتی روزنامه‌نگاران را شگفت زده کرد. آقای نتانیاهو گفت که حماس قصد دارد با استفاده از محور فیلادلفی در جنوب نوار غزه با مرز مصر اسرای اسرائیلی را از نوار غزه خارج کرده و به صحرای سینایی در مصر منتقل بکنه. بنیامین نتانیاهو در رد هر گونه توافقی که باعث خروج نیروهای اسرائیل از محور فیلادلفیا در جنوب غزه بشه مدعی شد که اگر ما از کریدور فیلادلفی خارج شویم ناممکن خواهد بود که حماس را نه تنها از قاچاق اسلحه بلکه از قاچاق گروگان‌ها نیز باز داریم. در واقع ادعاهای تعجب برانگیز نتانیاهو در این کنفرانس مطبوعاتی این بود که برنامه یحیی السنوار رهبر حماس در تونل‌های غزه این میباشد که او با سایر رهبران و فرماندهان باقی مانده حماس با اسرای اسرائیلی از طریق محور فیلادلفی به صحرای سینا یعنی در مصر و از آنجا به ایران فرار بکنه. رسانه‌های اسرائیلی گزارش می‌دهند که پیشینه این ادعاهای آقای نتانیاهو منابع اطلاعاتی اسرائیل می‌باشند که به کمیته برنامه‌ریزی مشترک نیروهای نظامی و امنیتی اسرائیل اطلاع دادند که برنامه یحیی السنوار
شامل فرار خودش و سایر رهبران حماس همراه با اسرای اسرائیلی از طریق محور فیلادلفی به صحرای سینایی در مصر و از آنجا رفتن آنها با بیش از 70 اسیر زنده مانده اسرائیلی به ایران می باشد. منابع اسرائیلی گزارش می دهند که حماس برای بر کنترل کریدور فیلادلفی اصرار داره، در حالی که آقای نتانیاهو به شدت مقاومت می کنه، زیرا نتانیاهو طبق اظهارات منابع آگاه در اسرائیل معتقده که یحیی السنوار برای خودش و فرماندهانش تنها یک راه خروج می‌بینه و آن نجات جان خود از طریق ترک میدان نبرد و فرار از غزه است. به همین خاطر آقای نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به فکر خروج از محور فیلادلفیا نیست، زیرا نتانیاهو تسلط نظامی بر محور فیلادلفیا را به حدی حیاتی می‌دونه که او حتی به قیمت عدم دستیابی به توافق و در پی آن کشته شدن اسرای اسرائیلی حاضر به ترک از محور فیلادلفی نمی باشه. محور فیلادلفی پس از تکمیل خروج اسرائیل از صحرای سینا در سال 1982 و بر اساس توافق صلح با مصر ایجاد شد. این مسیر به طول 14 کیلومتر در امتداد حاشیه جنوبی نوار غزه از اسرائیل تا دریای مدیترانه بین رفح در نوار غزه و منطقه سینا در مصر قرار داره. این نوع استدلال آقای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برای عدم ترک نیروهای اسرائیل از محور فیلادلفیا به قدری حیرت آور و به قدری با واقعیت‌ها در تضاد است که دولت السیسی در مصر در پاسخی که به این نوع تنش آفرینی آقای نتانیاهو داد، نتانیاهو را شکست خورده نامید. در واکنش به اصرار نتانیاهو مبنی بر ادامه حضور نیروهای اسرائیلی در محور فیلادلفیا و تکرار اتهاماتی که نتانیاهو علیه مصر قاچاق سلاح از مصر برای حماس به غزه و اکنون اینکه السنوار میتونه از سینای مصر اسرای اسرائیل را آن هم ده ها نفر را از خاک مصر و با کاروانی از تجهیزات موتورزه از مصر به گذرانه و آنها را به ایران منتقل بکنه، یک مقام بلندپایه مصری روز پنجشنبه 5 سپتامبر 2024 نخست وزیر اسرائیل را شکست خورده و مرتکب به نسل‌کشی خطاب کرد. این منبع بلندپایه مصری روز پنجشنبه 5 سپتامبر 2024 اظهارات نتانیاهو را غیر واقعی دانست که او با مطرح کردن چنین سخنانی میکوشه تا دیگر کشورها را به عنوان مسئول شکست خود در دستیابی به اهدافش در نوار غزه جلوه بده. نخست وزیر اسرائیل آقای نتانیاهو از 4 هدف در جنگ غزه صحبت میکنه که در طول 11 ماه جنگ به هیچ کدام از آن اهداف دست نیافته. این چهار هدف اعلام شده توسط شخص آقای نتانیاهو، 1. شامل نابودی کامل جنبش های حماس و جهاد اسلامی در غزه است. 2. بازگرداندن اسرای اسرائیلی به اسرائیل می باشه. 3. هدف خونساسازی فعالیت های چریکی در نوار غزه و خونساسازی تهدیدهای حماس و جهاد اسلامی و دیگر گروه ها در این باریکه است. و 4 هدف بازگشت امن ده ها هزار نفر اسرائیلی ساکنان شمال اسرائیل که در جنگ با حزب الله لبنان از شمال اسرائیل متواری شده اند می باشد. تا کنون هیچ یک از اهداف نتانیاهو در 11 ماه جنگ که باعث کشته شدن 41,000 فلسطینی در نوار غزه شده، بیش از 90,000 مجروح شدند، هزارها نفر زیر آوارها مفقود هستند و زیر ساختارهای این باریکه تخریب گشتند برآورده نشدند. اکنون آقای نتانیاهو با مطرح کردن اینکه جمهوری اسلامی توطئه بردن اسرای اسرائیلی توسط یحیی السنوار را به ایران در سر می‌فرزونه، در تلاشی که تأکید کنه که او با در دست داشتن کریدور مرزی فیلادلفی جلوی تأمین سلاح از مصر به غزه، جلوی خروج اسرای اسرائیل به مصر و به ایران و جلوی تنفس برای سربازگیری حماس و احیای گروه حماس را می‌گیره و به 3 هدف خود، نابودی حماس، بازگرداندن اسرا و خونسا کردن تهدیدات نوار غزه دست می‌یابه.
در واقع آنچه را که نتانیاهو برای تخریب آتش بس مبنی بر بردن اسرای اسرائیلی به مصر و از طریق مصر به ایران میگوید به قدری غیر واقعی و فریبنده است که نه تنها باعث خشم و نفرت رهبران مصر شده، بلکه متحدان سنتی اسرائیل، ایالات متحده آمریکا و اتحاد اروپا را هم به حیرت درآورده. آقای جو بایدن رئیس جمهور آمریکا پس از تحت فشار گرفتن خود توسط خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا آقای بنیامین نتانیاهو به قدر کافی برای حصول توافق تلاش میکنه پاسخ داد نه. در همین حال مخالفت ها با سیاست کابینه افراطی آقای نتانیاهو در اسرائیل به شدت ادامه داره. حتی ژنرال های بازنشسته و ذخیره ارتش اسرائیل شدیداً به آقای نتانیاهو حمله میکنند. آقای اسحاق بریک ژنرال بازنشسته ارتش اسرائیل و مسئول سابق رسیدگی به شکایات نظامیان در مقاله‌ای برای روزنامه هارتس اسرائیل اعلام کرد که اصرار نتانیاهو و کابینه وی برای ادامه جنگ شکست خورده و اعتقاد آنها به اینکه آتش بس به معنای شکست و تسلیم است خطر موجودیتی علیه اسرائیل محسوب میشه نه حماس. ژنرال بریک میگوید که ادامه جنگ اسرائیل را تضعیف میکنه، ارتشی که همکنون از چالش های زیادی رنج میبره و ضعیف شده و هر روز شاهد کشته و زخمی شدن نیروهای خود هستیم. ژنرال بازنشسته ارتش اسرائیل خاطر نشان میسازه که همه این ضعف های ارتش اسرائیل در حالی است که حماس قبلا صفوف خودش را با جوانان فلسطینی پر کرده. در تایید سخنان ژنرال بریک رسانه‌های اسرائیلی گزارش می‌دهند که حماس توانسته فقط در شمال غزه 3000 نیروی جدید جذب کنه. شبکه 12 تلویزیون اسرائیل گزارش داد که آمارهای منابع امنیتی اسرائیل نشان می‌دهند که حماس پس از گذشت 11 ماه از آغاز جنگ غزه توانسته در شمال این باریکه 3000 نیروی جدید جذب کنه. در همین راستا ژنرال اسحاق بریک که در گذشته اداره نظام وظیفه ارتش اسرائیل مسئولیت رهبری داشته و از اوضاع داخلی ارتش کاملا با اطلاع است، در مقاله اش برای روزنامه هارتس اسرائیل تحت عنوان این حماس نیست که در حال فروپاشی است بلکه اسرائیل است می نویسد که نافرمانی سربازان ذخیره از اعزام مجدد به غزه و عدم آمادگی بسیاری از آنها برای خدمت سربازی، فرسودگی سربازان اجباری و از دست دادن توانمندی های حرفه‌ای آنها به دلیل عدم آموزش و عدم صلاحیت رخ میده. اما در مقابل حماس در حال پر کردن مجدد صفوف خودشه. ژنرال بریک می نویسه که روزی فرا خواهد رسید که ارتش اسرائیل دیگر قادر به ماندن در غزه نخواهد بود، زیرا حماس اکنون کنترل کاملی بر آن داره، چه در شهر تونل هایی که صدها کیلومتر امتداد دارند چه در روی زمین. او می نویسه که درصد تونل های تخریب شده توسط ارتش اسرائیل کم است و در این شرایط ارتش اسرائیل قادر به نابودی و تضعیف حماس نمی باشد. در واقع نه تنها سران ارتش و نهادهای امنیتی اسرائیل به شدت از بنیامین نتانیاهو به دلیل مخالفتش به توافق آتش بس و در پی آن عدم آزادی اسرای اسرائیلی شدیداً انتقاد میکنند، بلکه رهبران اپوزیسیون اسرائیل مانند آقای یائیر لاپید در اظهاراتی اعلام میکنند که زمان تغییر دولت و پایان دادن به جنگ فرا رسیده. آقای لاپید در مصاحبه‌ای با کانال 13 اسرائیل گفت که آقای نتانیاهو همیشه بهانه برای ادامه جنگ داره. او افسود تنها چیزی که برای آقای نتانیاهو مهم است این است که دولت او فرو نپاشه. بخش بزرگی از رسانه‌های اسرائیلی سخنان نخست وزیر اسرائیل درباره محور فیلادلفیا را به صخره می‌گیرند و می‌گویند که حجم دروغ‌گویی‌های آقای نتانیاهو به اندازه‌ای است که هیچ یک از حرف‌های او را
نمیتوان باور کرد. به طور مثال آقای یارون ابراهام تحلیلگر امور سیاسی در شبکه 12 تلویزیون اسرائیل در واکنش به سخنان نتانیاهو مبنی بر اینکه محور فیلادلفیا منبع تمام تهدیدها علیه اسرائیل می باشد گفت که نتانیاهو دائما حرفهای متناقض درباره محور فیلادلفیا میزنه. آقای نیر دوودی کارشناس امور نظامی در شبکه 12 اسرائیل به نوبه خود با اشاره به دروغ‌های سخنان آقای نتانیاهو تاکید کرده محور فیلادلفیا مشکل اصلی بعد از گذشت چند ماه از جنگ و شکست ارتش اسرائیل در پیش رو به سمت آن و یا انجام عملیات در این منطقه نیست. آقای نیدروی کارشناس امور نظامی در همان شبکه 12 اسرائیل ادعاهای آقای نتانیاهو درباره قاچاق اسلحه از محور فیلادلفیا و غزه را تکذیب کرد و گفت که عملیات قاچاق از این محور انجام نمیشه و علاوه بر این اغلب سلاح‌های حماس در داخل نوار غزه تولید می‌گردند. آقای ریو دروکر تحلیلگر سیاسی اسرائیل در شبکه 13 اسرائیل گفت که برگزاری کنفرانس مطبوعاتی نتانیاهو در این شرایط که هیچ اسیری بدون معامله تبادل اسرا نمیتونه از غزه آزاد بشه بسیار شرم‌آوره و حجم دروغ‌ها و تناقضات در کنفرانس‌های آقای نتانیاهو غیر قابل باوره. یائیر لاپید رهبر اپوزیسیون اسرائیل سخنان نتانیاهو را یک حیله و فریبکاری دانست که هیچ کس باور نمی‌کنه. نه مقامات امنیتی، نه نظام بین‌المللی و نه حتی نیروهای ارتش اسرائیل در نوار غزه. نظرسنجی‌های اخیر در اسرائیل در تایید سخنان رسانه‌ها و مقامات سیاسی اسرائیل در مخالفت با کابینه افراطی نتانیاهو می باشند. شبکه 11 اسرائیل در آخرین نظرسنجیش اعلام کرد که 53% از مردم اسرائیل در پاسخ به سوالی که آیا باید در محور فیلادلفیا بمانیم حتی به قیمت نابودی معامله اسرا آنجا را ترک نکنیم گفتند آنجا را باید ترک بکنیم. 53%. طبق همین نظرسنجی شبکه 11 اسرائیل در پاسخ به سوالی که تا چه حد به نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مدیریت جنگ اعتماد دارید 61% از مردم اسرائیل گفتند آنها اعتمادی به آقای نتانیاهو در رابطه با جنگ ندارند. در جامعه اسرائیل شرایط دوگانه‌ای را میتوان مشاهده کرد. از یک سو صدها هزار مردمی که شاید بتوان آنها را اکثریت مردم دانست که در مقابله با سیاست‌های جنگی کابینه آقای نتانیاهو و وزرای افراطی‌اش آقای بن‌گویر و اسموتریچ ایستاده‌اند، از سوی دیگر نخست وزیر اسرائیل آقای بنیامین نتانیاهو است که از ترس فروپاشیدن کابینه‌اش تن به قبول خواسته‌های افراطیون در کابینه میده، آنهایی که خواهان اشغال دائمی نوار غزه و الحاق کرانه باختری و خروج فلسطینی‌ها از غزه به مصر و کرانه باختری به اردن می باشد. در تصاویری که روزهای گذشته آقای نتانیاهو را در مقابل نقشه نشان می ده که او در آن اشاره به اهمیت محور فیلادلفیا در جنوب غزه می کنه، در این نقشه نامی و اثری از باری که از کرانه باختری دیده نمی شه. این نقشه نمادی است از اهداف واقعی دولت افراطی در تل‌آویو در رد راه حل دو کشور و اینکه رهبران افراطی نقشه الحاق کرانه باختری و نوار غزه را به اسرائیل در سر می‌پرورانند. اینکه نخست وزیر اسرائیل آقای نتانیاهو حفظ محور فیلادلفیا را در کنفرانس مطبوعاتی روز پنجشنبه 5 سپتامبر 2024 اولویت مسئله استراتژیک اسرائیل مطرح می‌کنه و چنین ادعا می‌کنه که اسرائیل در 42 سال آینده هم در آنجا حضور خواهد داشت، تاییدی است بر اینکه داشتن امیدی به تشکیل دولت فلسطینی توهمی بیش نیست. و همانطوری که سردبیر روزنامه هارتس اسرائیل میگوید آقای نتانیاهو خواهان اشغال دائمی نوار غزه میباشد. اما در مقابل کابینه افراطی نهادها و شخصیت‌های بیشماری از نظامیان و امنیتی‌ها در اسرائیل تاکید می‌کنند که
اولویت استراتژیک اسرائیل امروز آزاد کردن اسرای اسرائیلی است. نهادهای امنیتی و نظامی اسرائیل از وزارت دفاع گرفته تا سازمان اطلاعات خارجی موساد، سازمان اطلاعات داخلی شباک یا شین بیت و سازمان اطلاعاتی ارتش اسرائیل امان همگی در مقابل نتانیاهو ایستادند و معتقدند که محور فیلادلفیا برای اسرائیل آنچنان اهمیتی که نتانیاهو مطرح میکنه نداره. نهادهای نظامی و امنیتی اسرائیل میگویند که همونطوری که مدت‌های طولانی در جنگ این محور را در اختیار نداشتیم و ابتدا پس از 7 ماه آغاز جنگ این محور را اشغال کردیم، اگر الان از آن محور خارج شویم هر زمانی که لازم باشد میتوانیم دوباره به این محور برگردیم. اما آقای نتانیاهو که در زمان حمله به شهر رفح در ماه مه یعنی 4 ماه قبل ادعا میکرد که او آخرین 4 گردان حماس که در رفح جمع شدن را در آنجا نابود و غزه را آرام خواهد کرد، ولی این پیشگویی آقای نتانیاهو عوام فریبی بیش نبود و تا به امروز چنین اتفاقی رخ نداده، بلکه برعکس. نتانیاهو در آغاز جنگ و چندین ماه پس از آن ادعا میکرد که در شمال و جنوب نوار غزه 20 گردان حماس را ارتش اسرائیل نابود کرده و فقط 4 گردان در رفح باقی ماندند که با اشغال رفح آنها هم نابود خواهند شد و اسرائیل از شر حماس خلاص خواهد شد. تلویزیون CNN آمریکا در گزارش اخیراً اعلام کرد که اسرائیل توانسته فقط 3 گردان حماس را از بین ببره، اما گردان‌های زیادی از حماس در نقاط مختلف این باری که بسیار فعال هستند و 7 گردان حماس در طول جنگ بازسازی کامل شدند. مهمتر این که طبق گزارش CNN بیشتر این اتفاقات در بازه زمانی بوده است که محور فیلادلفیا در تصرف ارتش اسرائیل بوده است. رسانه‌های اسرائیلی تأکید می‌کنند که فقط در شمال نوار غزه حماس توانسته در مدت کوتاهی 3000 نیروی جدید جذب کنه، آنها را آموزش بده و گردانهایش را احیا بکنه. اما با وجود این شرایط و اتفاقات نتانیاهو همچنان تأکید میکنه که اگر از محور فیلادلفیا خارج شویم به اهداف اصلی در جنگ نمیرسیم. حماس میتونه اسرا را از غزه از طریق محور فیلادلفیا خارج بکنه، به مصر ببره، به یمن ببره و یا به ایران ببره. ادعاهای عجیب و غریبی که نتانیاهو در کنفرانس مطبوعاتیش در روز پنجشنبه 5 سپتامبر مطرح کرد، تمام شواهد نشان میدن که حرفهای آقای نتانیاهو اگر ما این محور را داشته باشیم فرصت بازسازی گردانهای حماس را میگیریم، سخنان باطل و بی‌معنا هستند که با واقعیت ها تطابق ندارند. میتوان نتیجه گیری کرد که 4 دستگاه نظامی و امنیتی اسرائیل که در مخالفت با سیاست های نظامی نتانیاهو هستند منافع اسرائیل را بهتر از آقای نتانیاهو درک میکنند. در واقع نتانیاهو انگیزه های دیگری داره و آن ادامه جنگ تا بتونه به اهداف ایدئولوژی خودش، اشغال دائمی نوار غزه و الحاق کرانه باختری به اسرائیل دست یابه. آقای نتانیاهو به این امید است که با کشاندن جنگ تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا آقای دونالد ترامپ به کاخ سفید برگرده. ترامپ چند روز پیش اعلام کرد که او در تلاش برنامه‌ای است که چگونه بتونه اسرائیل را بزرگ بکنه. در همینجا به شما بدرود میگم تا برنامه آینده. مصطفی دانش نویسنده ای کتاب رد پای من میراث جنگ سرد از جنگ ویتنام تا جنگ ایران و عراق، افغانستان، آنگولا، جنگ های شمال آفریقا، آمریکای لاتین و در 2 جنگ آمریکا در عراق شاهد اتفاقات جهانی بوده. 70 بار سفر به بحرانی ترین منطقه جنگ سرد افغانستان داشته است. با مصطفی دانش به سراغ معمر القذافی، آیت الله خمینی و نلسون ماندلا بروید تا تجسمی از جنگ سرد داشته باشید. این کتاب صفحاتی است از تاریخ جنگ سرد تا کنون، کتابی تابوشکن که هیچ مرزی را نمی شناسد. جهت تهیه کتاب رد پای من میراث جنگ سرد با شرکت کتاب تماس حاصل فرمایید. 310-477-7477 kitab.com